میخوایم با لیگ شروع کنیم که از جمعه پس فردا به تایمی که ما داریم ضبط میکنیم پس فردا شروع میشه یه پیشوازی طوری بریم یه خود فنیاش و رضا غیر فنیاشو و هیوا طبق معمول صحبت کنن من با رضا صحبت میکردم درباره یه ماجرایی درباره این لیگه و گفت که بد نیست که در شروع مبحث بگیم ها بگم ماجرای اینو خیلی حرف زدن ولی خسته شدید که ماجرای لیگمون اینه که خیلی لیگ کم گلیه در واقع خیلی خیلی از مخاطبای فوتبال میگن که لیگ ما لیگ جذابی نیست یکی از وجه های جذابیت هم در واقع همین پرگل بودنه گوییم که یه لیگی اگه خیلی حالا پرگل باشه نمیشه گفت که هرچی میانگین گل بره بالاتر نشون دهنده اینه که لیگ جذاب تره ولی دیگه ما یه جورایی میانگین گلش زیر خط فقره بعد ما فصلی که گذشت کم گل ترین فصلمون بوده تو کل تاریخ لیگ با میانگین گل یک و هفتاد و تو هر بازی ما سه فصل کلا از 21 فصلمون میانگینش زیر دو بوده زیر دو فکر کنم هیچ لیگی تو دنیا نیستی با میانگینمون زیر دو بوده سه فصل که سه فصل توی همین چهار فصل اخیره یعنی از چهار فصل اخیر فقط لیگ 19 هم بالایی دو بوده لیگ 19 رو فکر کنم استرامات چونی نجات داد با اون بردای پرگل به نوعی استقلال اون فصل که بهترین خط حمله هم استقلال بود ولی پرسپولیس قهرمان شد در واقع سه فصله که میریم زیر دو این فصل به بدترین شکلی یک و هفتاد و هشت بهترین خط حمله لیگ سپاهان داشته اگر گل زدش رو تقدیم بازیش کنیم که هر بازی یک و چهار ده گل زده که خیلی کمه توی نور بدونه. ما تو تمام لیگا تیمایی داریم که بالای دو گل میزنن یعنی توی انگلیس مثلا فصل گذاشته سه تا تیم بالاش میانگینشون بالای دو بوده ما در کل تاریخ لیگمون یه تیم استقلال لیگ هشتم داریم فقط و فقط که بالای دو گل در هر بازی زده در طول فصل دو پنج دو پنج تیم قردنوی جالبه که دومین دو تیم توی این ردبندی هم باز تیم قردنوی میشه سپاهان لیگ دهم ده که اونم یک و و هفت این حدود زده و سومی تراکتور تون اولیویرا که روز آخر قهرمان نشد با ی... <تصفح> <شود>. <تصفح> با یک و هشتاد خورده حالا من کلی آمار دارم به درازه نکشونم و اول از این بگیم که پرگل تر بودن خود من گزاره که میتونم بگم اینه اینکه هر چه تر باشه ملاک این نیست که لیگ خوبیه مثلا لیگ انگلیس الان دو و 80 90 بوندس لیگا, لیگا سه و خورده ایتالیا هم همینطور یعنی ایتالیا و آلمان از انگلیس بالاتر میانگین گلشون ولی این نشون نمیده که لیگ با ایران سا. که اونجور که با اون 13 دو دقیقاً ولی اینکه زیر خط فقر باشیم بالاخره میتونه نشون بده که احتمالاً تو کیفیت لیگت پایینتره رضا آره اینو همه میتونن بگن جز تیمای تو لیگ ایران یعنی این بهونه‌ای که دست هر کسی هست جز تیمای تو لیگ ایران چون واقعا همونطور که گفتی پایینتر از خط فقره خب یه مسئله اینه که حداقل من تو تا جایی که به ذهنم میاد ما فوتبال اون همیشه یه فوتبال درگیران و دفاعی بوده اه، و پارسال ما یه تجربه داشتیم یه مقدار کار رو بازی لیگ عراق انجام دادیم و خیلی جالب بود مثلا خب گفته میشد که نزدیکترین فوتبال به فوتبال ما فوتبال عراقه ولی مثلا میدیدیم که هلوش سی درصد اینا تعداد درگیری های نفر به نفر دوئلا تو بازی لیگ عراق کمتر از لیگ ماست یعنی من فکر میکنم با فاصله یعنی احتمالا با دیتا قابل اثباته با فاصله ما درگیر درگیرترین لیگ آسیا رو داریم و واسه همین هم بازی کردن چه با تیم های باشگاهی ما چه با تیم ملی ما همیشه واسه همه تیم آسیایی خیلی سخت بوده به این فوتبال مالکانه وقتی شما میخواید بازی کنید در واقع فوتبال حجومی بازی کنید این نیاز به این داره که تاکتیک های حجومی ساخته بشه تاکتیک های حجومی نیاز به این داره که بازیکنها رو تو موقعیت هایی قرار بدید که خلاقیتشون بروز پیدا کنه و نیاز به بازیکنهایی دارید که اون خلاقیت ها رو داشته باشن خب واسه اینکه بازیکن خلاق داشته باشید مخصوصا مخصوصا تو عقب زمین شما باید کار پایایی درست بکنید یعنی این حالا دوباره از این بحث زیر میشه ممکن از حوصله خارج میشه ولی واقعیت اینه ما الان تو لیگمون اصلا کلا تو فوتبالمون من همینطور که نگاه میکنم به جز مسعود ریگی هافک دفاعی نمیبینم که به درد فوتبال مالکانه میخوره به درد فوتبال با تعداد پاس زیاد بخوره بیشتر هافکامون خب هافکای درگیر و هافکای پرس و در واقع این این تیپ هاف کن و اساسا مثلا مدافعمون مدافع, همون مدافع مثلا ما مدافعی که خیلی بازی ساز مثلا کنعانی مدافع بازی ساز متوسطه ولی تو این برهود کاملا به, به چشم میاد خب یا دانشگر که به چشم میاد عمده پاساش یه سری پاسای طولی تو همون کانال بازی خودشه خب ولی چون میتونه دو خط جلوتر حواسش هست و میبینه این به چشم میاد ولی این خیلی در واقع سطح ابتدایی از ساخته بازیه مسئله اینه که ما بازیکن لازم واسه این شکل از بازی تولید نمیکنه فوتبالمون چون اساسا مهم نیست اون تولید کردن حتی نهایتا ما یه بارم تو بحث فوتبال زشت و زیبا گفتیم حتی فوتبال هجومی هم واسمون مهم نیست الان شما گفتیم بهترین آمار یه نقطه تاریخی مال تیم قلنوی استقلال دیگه هشتم خب تو سه چهار سال اخیرم دیتایی که ما داریم تیم‌های قلنوی همیشه به لحاظ خلق موقعیت و تعداد شوت و امید گل و اینها جز مثلا تاپ های دیگن ولی اصلا این نگاه مگه وجود داره به قلعه تو فوتبال ما یعنی مثلا لیبلی که رو قلعه خورده این که بازی مستقیم میکنه فعلا ولی مهم نیست مهم اینه که داره خلق موقعیت میکنه جز محدود مربیه که داره خلق موقعیت میکنه ما اصلا این برای اون اهمیت نداره نهایتا همون کلکلا اینکه ببریم یکیچ ببریم اون واسه ما مهمه واسه استقلالش این مهمه واسه پرسپولیسش این مهمه واسه همه این مهمه گفتم برای من یه مخالفت بکنم رضا به نظرم اونقدر مطلق که تو میگی که برای همه فقط این مهمه نیست مثلا ما استقلال پارسال رو مثال بزنیم استقلال پارسال میبرد ولی همینجا ما صحبت کردیم که آقا وضعیتش شکننده است یعنی همش فکر می‌کردیم که اگر یه بازیو نبره یه حجمی از نارضایتی هستش تو هوادار که ممکنه یه دفعه اون بیاد و سرش خراب بشه یعنی پس و یه مثال اونوریش میشه پرسولیس برانکو اون فصل اولی بود که اومده بود مدام میباخت و بعد هر بازی میومدن تشویقش میکردن چون فکر میکردن تیم داره خوب بازی میکنه در حالی که مثلا یه بار اینجا صحبت کردم من مثلاً من شنیده بودم اون موقع تو بخش مدیریت باشگاه همین آمادگی وجود داشت که ورش دارن داشتن. و حسین عبدی خودش که تو هیئت مدیره بود بیاد بشینه اون موقع رو نیمکت پرسپولیس میخوام می بگم مطلق نمیشه گفتش که واقعا نمی هوادار حداقل نمیپسنده اینو درسته ممکنه تش بیاد با اون جامه کری میخونه ولی به هر حال اگه تیمش خوب بازی کنه اینجوری نیست که نبینتش و مثلا لذت نبره ازش درسته یعنی اون حداقل استار پرسپولیسی که تو میبینه ولی اون در واقع اون فوتبال هجومی که تو لیگ داره ساخته میشه رو خیلی به ندرت میانو و میبینن میخوام بگم دنبال یه همچین چیزی هم نیستیم نهایتا ممکنه به زبون بیاریم اما فرق میکنه اینکه من بگم آقا من خیلی به مطالعه و کتاب علاقه دارم ولی شما بریم مثلا در واقع ببینی من فقط تو مثلا همبرگر فروشی کارت کشیدم یه بارم تو کتاب فروشی کارت نکشیدم خب اینکه چه جوری زندگی میکنم مهمتر از اینکه چجوری حرف میزنم ما حالا اون یه مثالی بود که صحبت کردیم بجوش ولی کلا خیلی مربیامون هم اساسا این روی کرده نداره این بیشتر مربی موفق تو فوتبال ما مربی دفاعی هم به دلایل مشخص یک ابزار بازی هجومی وجود نداره یعنی ابزار به عنوان نیروی انسانی ابزار ساخته نمیشه بعد فوتبالمون از موقعی که خب فوجینی چمن بی کیفیت عمده عمده چمنمون چمنای بی کیفیت حداقل چمن تمرینی این باعث میشه از همون سن پایین بازیکنای خلاق جاشونو بدن بازیکنای فیزیکی و اونا دست بالا رو پیدا کنن بیان بالا دیدید دیگه از موقعی که در واقع کیفیت چمنا همینطور افت کرد و گرون شد نگهداری چمن تو فوتبال ایران و کیفیت چمن افت کرد بازیکنان شمالی این همشریای ما دست بالا رو پیدا کردن تو فوتبال چون اونا زور زیادی دارن درگیرترن فیزیک بهتری دارن تا مثلا اون بازیکنای جنوبی تکنیکی که سالها راجبشون صحبت می شد یه باز خلاقه مثلا ناحیه مرکزی و جنوبی دوباره کلا ابزار ابزار بازی هجومی نیست تو فوتبال ما یه این صرفا به دانش مربی مونم رفت نداره من بررسی کردم دیتا رو از آقای قاضی زاده که کار آماری رو تو فوتبال اصلا انجام میده خواستم یه آماری در بیاره خروجش این بود بازیایی که یه سمتش یه مربی خارجی بوده تو لیگ ما فقط 6 درصد فقط 6 درصد تعداد گلشون بیشتر از بازیایی بوده که هر دو سمتش مربی ایرانی بوده بازی که یه سمتش مربی خارج بوده فقط 6 درصد در نظر بگیرید که معمولا تیمای مربی خارج آوردن تو فوتبال ما که تیمای بهتری بودن پول داشتن ابزار بهتری هم داشتن خب یعنی در واقع اون بایاس هم در نظر بگیرید در مجموع میشه 6 درصد که اصلا قابل اعتنا نیست خب میخوام بگم مسئله حتی ضعف به احتمالا حتی ضعف در واقع تاکتیک مربیامون هم نیست همین فوتبال وقتی میره تو جام باشگاه آسیا میبینید که چقدر مثلا همین تیما تو رقابت با تیمایی که تو لیگ خودشون بازیه پرگل تری دارن و بر اساس این شاخص قاعدتاً باید کیفیت بالاتری داشته باشن خب چقدر در واقع نتایج بهتری دارن بازیشون بهتر شکل میگیره مثلا فولاد جلو اسد پرسپولیس تا فینال جام باشگاهی جلو تا تیم استقلال استقلال جدا الاهلی جدا همه این تیم‌ها و اون تنها تیم ما که اتفاقا خیلی باز بازی میکرد فاصله خطوطش زیاد بود اون فشردگی تو خودش نداشت اونجا شکست میخوره، این تو بازی سپاهان تو بازی مالکانه تو اگه ما اون بازی رو بخوایم بکنیم یه مقدار در واقع منجر به شکست میشه واسمون درسته یعنی از این سمت ماجرا اینه که ما باید بدونیم فوتبالمون چه شکلیه توقعمون از فوتبالمون در همین راستا باشه که بدونیم آقا ما به لحاظ فیزیک به لحاظ ترکیب بندی بازی کنیم به لحاظ تاریخمون به لحاظ ابزار زیر ساختمون قرار نیست تیکی تاکا بازی کنیم ما قراره فوتبال درگیرانه فیزیکی حالا اگه خیلی خوب بتونیم بازی کنیم یه بازی انتقالی قوی مثلا انجام بدیم کلا فوتبالمون همیشه همین بوده از ایران استرالیا و ایران آمریکا بگیرید تا همه بازی دیگه که به میاد ولی تو لیگ خودمون گل تماشاچی چی میاره این یعنی اینم باید در نظر بگیریم که آقا مشتری میاره گل مشتری میاره خیلی ها میگن آقا من حوصله دیگه سف سف دیدم من خودم ازم واقعا مثلا یه جایی واقعا حوصلم سر میره از دیدن سف سف آره یعنی این این که میگه زیر خط فرق داریم زندگی میکنیم درسته و حالا دو تا نکته یه دونه رو به گذشته یه دونه رو به جلو رو گذشته که واقعا حیف که محرم نوید که امسال تیم نداره یعنی من واقعا دوست دارم زودتر محرم و با اون ایدای حجومی جذابی که داشت و اینکه نشون داد توانایی ساخت حجومی بازی رو داره دوباره تو لیگ ببینم تو یه تیمی که گفتیم شاید تیم پایین تر باشه این در واقع دوپینگ ابزار خیلی قدرتمند دستش نباشه که بتونه واقعی بیدانه تر آره واقع ایرادهای فوتبالش رو برطرف کنه و این رویاشو بتونه تجسم بهش بده و به واقعی کنه و فکر میکنم که محرم کسیه که باید به هر حال مراقبش بود به خاطر اینکه در واقع داره تو این فوتبال سعی میکنه یه مسیر مجزایی بره مسیر مخالفی بره اینجور آدما یا یا هایی هن که یه طرح نو در میاندازن یا اینکه از دست میرن دیگه شهید میشن این روبه گذشتهش روبه آیندهش هم این که برای فصل جدید من فکر میکنم حدسم اینه که یه مقدار بازی ها پرگولتر میشه یعنی حدسم اینه شاید برگردیم بالای میانگین دو گل اول از همه این که تا تیم تیماشون رو جوری بستن که قاعدتا حداقل هدف گذاری کردن اینه که تو چارتا قرار بگیرن و بازی با اون تا تیم دیگه هر امتیازی که توش از دست بره خسرانه واسه و باید احتمالا با یه رویکرد کرده وارد همه بازی ها میشن یک دو ابزار قوی تر شده نسبت فصل گذشته ما یه بازیکن از لیگمون رفته امیر حسین حسین زاده چهار تا تیم استقلال پرسپولیس سپاهان هفت تا فولاد تراکتور گلگهر مصر رفسنجان هفت تیم جدا از اینا ابزار قوی تر شده ما رکورد مهاجرت معکوس زدیم امسال یعنی <applause> این همه بازیکن برگشتن به لیگمون کابر رضایی مرتزا پور علی گنجی اشکان دژاگه بازیکن خیلی زیادی برگشتن به تیمای مختلفمون و خیلی نمیدونیم با چه کیفیتی آره ولی به هر حال اینا بازیکن خلاقن اینا ابزار خلاقیت آره محبی بی... آره اینا بازیکن خلاق بازیکن کیفیت دام می <تصفح> <تصفحان> 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 جدا از این خب بازیکن خارجی هم زیاد شدن که بخشی از بار خلاقیت تمام به دوش اینا هست مثلا من یکی دو تا از این این خارجی تراکتور رو چک کردم دیدم مثلا واقعا بازیکن خلاقیان اون وینگری که از لیگ رومانی آوردن مثلا یه ویدیوی ازش منتشر شده بود خیلی بازیکن خلاقی نشون میداد یا بازیکن دیگه احتمالا این در واقع ابزار داره پیشرفت میکنه دو تو همون فصل گذشته که گفتی آمار گل کم شد از جایی که تماشاگر برگشت و بازی یه رشدی داشت میانگین گل و اینکه که امسال تماشاچی داریم و این فوتبال رو از حالت فوتبال کارمندی خارج میکنه و یه زوری پشت بازی ها هست که آقا حتما باید جلو یه عده بازی رو ببری حداقل تو اون لحظه شرمنده نباشی این دوباره به نظرم عامل دیگه ایه که میتونه کمک کنه که بازی پرگل تشه مهمتر از همه اون هفته تیم بالا که گفتیم توی ست مربی خارجی هستن که اینا یه دانش جدیدی رو به حال تو فوتبالمون میارن جدا از اینا چهار تا تیم دیگه مربی جدید دارن این یه مقدار لیگو ناشناخته میکنه یه مقدار آنالیزو رو سخت میکنه یه مقدار که از... من گفتم اینجا بوده اشتباه گفتم <تصفح> آره اینا تا بخوایم ببینیم که چطور دارن فوتبال بازی میکنه اینا یه مقدار اون یرو به اولی که باید تیم هم دیگر محک بزنن <تصفح> 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 خب اون کلا اینکه شناخت ها از هم کمتر میشه فوتبالمون بیشتر هم میخوره این باز کمک میکنه از اون مهمتر به جز تا مربی خارجی ما چهار تا مربی دیگه یه اون هفت تیم بالای جدول دوباره برگردیم به حالت اول <مؤمنون> اون چهار تا حداقل سه سال بالا سر تیمشون بودن امیر قلعه‌نویی تو دو سال <مؤمن> <مؤمن> تو دو سال تو دو بار در واقع سال سوم تو باشکاش دیده هر دو بار اون سال سومش به قهرمانی منجر شده دیگه البته یه بارم تو استقلال نشده در واقع با استقلال سپان. امسال هم نمیشه امسال هم خب حالا این <مؤمن> نمیشه تیم‌های قدرتمندتر از تیم امیر هست آره آره قهرمانی <مؤمن> نه خب یحیی گل محمدی الان دیگه در واقع وارد سال چهارمش میشه امسال تو پرسپولیس جواد نکونامو محمد ربیعی هم سال چهارمشون رو در واقع دارن میگذرونن تو باشگاهشون و هر سال یه قدم رو به جلو برداشتن و با توجه خریداشون به نظر میاد که استایل بازیشون هم به نسبت فصل گذشته هجومی تر بشه یعنی چون در واقع کار حجومی اصلاح جزئیات کار حجومی اضافه کردن حرکات جزئی به کار حجومی نیازمند زمانه واسه همین هم است که شما تو فوتبال ملی که زمان کمتره بازی حجومی کمتری میبینی تو بازی باشگاهی که زمان تمرین بیشتره میبینی بیشتر روی کرتا حجومیه یکی از دلایلشه ولی در واقع اینجا زمان داشتن مربیای اون چهارتا مربی که با تیمشون بتونن کار کنن به علاوه اینکه سه تا مربی به هر حال اسمدار و کارنامهدار به لیگ اون اضافه شدن این در واقع دلیل دیگه‌ایه به نظر من واسه اینکه شاید دوباره یعنی من فکر می‌کنم حداقل روند سعودی رو به نسبت اون رکورد حیرت آوری که فصل پیش زدیم خواهیم داشت خیلی ولی من فکر می‌کنم آره یعنی از همه این دلایل دلایلم وجود نداشت احتمالاً رکورد بهبود بود چون دیگه از اون بدتر نمیشه واقعاً ولی خب با این روندی که داشتیم بعید نبود که از اون بدتر هم بشیم ولی این ورود خارجی‌ها و اینایی که میگی و اینکه مربیات توی تیمشون جا افتادن شاید بتونه نجات بده من فقط این نکته میگم من میتونستم یه تکت برم روپای پای رضا ولی نرفتم آه. چون خوب داشت میرفت گفتم بزن ببین یه تو بازی پرگل آره در تایید چیزایی که رضا گفت اون زمین به نظرم خیلی چیز مهم اون چمن واقعا ما همه فهمش می فهم کنیم که آقا یه حرف تکراری سال هاست داریم میزنیم ولی واقعا مهمه یعنی کیفیتی که شما انتظار دارید باید توی چمن خوب اتفاق بیفته من فیلم کنم یکی از دلایلی هم که رضا گفتش تیما وقتی میرن دیگه قهرمانان بهتر بازی میکنن و اینا همینه بابا اونجا میرن مثلا تو چمن عربستان بازی میکنن استادیوم عربستان که بهترین کیفیت رو داره و تو اونجا معمولا بازی خوب از اینا میبینی اینجا وقتی یارو میره توی چمنی که مدام توپ پله میشه مدام تو نمیتونی یه پاس مثلا پنج متری بدی همش فکر میکنی که آقا این ده دفعه ممکنه تغییر مسیر بده برای همین هی باید پاسات ریسکش کمتر باشه باید پاسا رو تو پا بدی نمیدونم اینجوری میشه دیگه, دیگه. همه این ساده تو همین زمین ها با باشه همیشه کیفیت پایین حالا شاید چمن به مرور بدتر شده باشه اله. و یه نکته دیگه میخوام بگم همین بحثایی که ما داریم میکنیم چقدر خوب بود که یه مثلا یه بخشی تو سازمان لیگ تو فدراسیون فوتبال بود که آلارم میداد که آقا وضعیت اصلا میومد آره. گیری میکرد مثلا تو شاخص های مختلف وضعیت لیگ اون چجوریه یعنی اینا الان آدم فکر کنه اینا فقط یه تقویم میذارن جلوشون و فقط برگزار, برگزار میکنن می یعنی اصلا کسی براش مهم نیست خروجی این لیگ چیه این لیگ اصلا مثلا اگه پنج سالم یه گلر ازش بیرون نیاد اصلا اینا متوجه نمیشن که آقا این لیگ یه مشکلی داره که گلر ازش بیرون نمیاد اگه مثلا دفاع چپ خوب ازش بیرون نمیاد بشینم فکر کنم که آقا چرا نمی... اگه بازیکن جوون ازش بیرون نمیاد بازیکن جوون ساخته نمیشه و ستاره لیگت همچنان بالای سی سالش جواد نکنم اون دفعه اومد تو تلویزیون گفت گفتش من بازیکنم بالای سی سال گرفتم چون بهترین بازیکنان لیگ همچنان بالا سی سالن خب این یه یعنی کی تو سازمان لیگ مسئوله اینه که بیاد فکر کنه که آقا این خب یه باگ دیگه یه مشکل من چیکارش باید بکنم باید بشینم مثلا یه تیم فنی بیاد فکر کنه که چجوری میشه اینو درست کرد مثلا بیاد کمک بگیره از یه کسایی که آقا بیاید بهش بررسی کنیم وضعیت لیگ ما چجوریه از نظر فنی به کدوم سمت داریم چه کاری میتونیم بکنیم میتونیم با باشگاه صحبت کنیم چیکار باید بکنن مثلا که خروجی لیگ خروجی خوبی بشه همش چیز دیگه همش گفتم همون تقویم هست دیگه میذارن جلوشون میگن خب تیک میزنن این هفته برگزار شد با فشردگی برگزار بشه نمیدونم بدون تماشاچی برگزار شه صد درصد بشه سی درصد تماشاچی نه سازمان لیگی براش مهمه و متاسفانه الان دیگه باشگاه هم براش مهم نیست الان رضا میگه امسال خدا رو شکر مثلا دوره تماشا چی میاد سی درصد یک هفته گذشت ده روز گذشت یه دونه باشگاه اعتراض نکرد که آقا چرا سی درصد از کجاتون آوردی سی درصد حتی این باشگاهایی که تمام سرمایهشون و بخشی از توانشون هم هوادارا هواداراست یه دون یه دونشون صداش در نیومد که آقا برای چی هوادار رو محروم میکنی به چه حقی به استناد کدوم قانون تو اومدی این کارو کردی دقیقا با اونا اگه بیشتر بیان روی این بحث هم میتونه تاثیر مستقیم بذاری کما اینکه رضا گفت که وقتی بعد از کرونا تماشا چیا اومدن بیشتر شد من فکر کنم ولی یه نکته ای هم که هست هرچی پیشتر رفتیم مربیامون ترسوتر شدن یعنی من احساس میکنم یه بخشش که اینه که اولا دو... یه تعدادی از مربیهای ایرانی دفاع کردن خوب رو یاد گرفتن ولی کسی حمله کردن خوب رو یاد نگرفته درست. هنوز چون این کار آسونتره خیلی هم نیاز نیست آدم فنی باشه که اینو بفهمه دفاع کردن و چون آسونتره یه تعدادشون یاد گرفتن ولی کسی حمله کردن یاد نگرفته با ما بازیایی داریم که دو تا تیم واردش میشن که دفاع کنن من نیست از چی میخوام دفاع کنن کسی حمله نمیکنه این من سف رو یکی چه دیگه ما و یه چیز دیگه که میخواستم بگم اینه که به شدت محتاطن بعد همون دو تا تیمی که تو میگه حمله کردن و موقعیت ساختن بلدن و میتونن بالاترین آمار گل مثلا استقلال سپاهان تو این فصل بالاترین آمار داشتن یا پرسو بازی همون هم یکیچ میشه در حالی که تو بازی لیورپول منسیتی رو اگه 20 دقیقه دیر برسی سه تا گل از دست دادی همیشه میدونی بازی از شروع رو 15 دقیقه محک خود مرکز سه تا گل داره اینا وارد میشن که حالا یه جوری مش نزنیم جدای صورت رو فقط بگیریم ببینیم که کجا میشه یه ضربه زد بازیه رو بود خب اونجا تیمی که بداده حمله کنن نمی کنه <تصفح> میکنن میرن حالی که ایرانی میشن جفتشون میخواستم بگم که اگه میخوایم ماجرا حل شه باید در واقع دقیقا درست ببینیم داستانو خب دفاع کردن ساده تر نیست از حمله کردن دفاع کردن با ابزار ضعیفتر ممکنتره. خب مم. یعنی شما نگاه کن وقتی دفاع میکنی بازی مثلا 20 تا 30 تا تاچ داره تو بازی خب ولی وقتی حمله میکنی بازی کنید 70 تا تاچ داره کیفیت خیلی خودشو نشون میده وقتی تو ابزارت زیفتره باید بری سراغ استایل دفاع کردن برای مثال پرسپولیس مثلا جلوی چه میدونم نفت آبادان که دفاع نمیکنه که حمله میکنه ولی خب اساسا گفتم ما ابزارشو نداریم اگه میخوایم فوتبال درست شه نباید بگیم آقا مربیمون ترسو بود ببین شما زمین بازی رو بکنی زمین بازی این مربی اون مربی رشد میکنه بکنی زمین بازی اون مربی الان شما بیار مثلا تو فوتبال اسپانیا یه نرم افزاری به اسم مدیا کوچ از همه بازی‌ها داره دیتا تهیه میکنه در اختیار لایو در اختیار تیم‌ها قرار میده خب اونجا معلومه زمین بازی کسی که دیتا ساینس میدونه چیه خب همه تیم‌ها دیتا ساینتیست دارن اصلا ابزار باز... بازی رو مشخص میکنه آره حتی آب و هوا مثلا آقا تو فوتبال انگلیس اگه بازی مستقیم جا افتاده مثلا تو فوتبال مثلا جنوب اروپا مثلا اسپانیا اینا فوتبال کوتاهتر به خاطر اینه که آقا اونجا آب و هوا جوری بوده که شما میتونستی زیر تو بدوی بازی مستقیم کنی زیر تو بدوی راه های مستقیم تر واسه موفقیت جواب میداده ولی مثلا تو جنوب اروپا تو اسپانیا تو اون هوا یه نمه گرمتر با حوصله تقه تقه آروم 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 جلوتر رفتن در واقع به اون آب و هوا بیشتر میخورده ما ابزارمون ابزار فوتبال هجومی نیست حالا هر کسی رو قضاوت بکنیم تیم ملیمون رو قضاوت بکنیم باشگاهامون رو قضاوت بکنیم مربیامون رو قضاوت بکنیم راه به خطا رفتیم خب اگه میخوایم اگه فوتبال هجومی میخوایم باید 10 تا هافک دفاعی بوسکتسی 20 ساله تولید کنیم تا تولید نکردیم بهتر سراغ فوتبال هجومی نریم خب اگه میتونیم فشار بذاریم دنبال این باشیم که همه تیما ملزم باشن به تولید بازیکن تولید بازیکن با کیفیت بعد میدونین حتی برای مخاطبای پادکست ما الان اگه مثلا یه قسمتی که در واقع فینال لیگ امید ها بود مثلا ما دو دو سه دقیقه راجب صحبت کردیم اگه خاطر باشه به نساجی بود و ملی عفوری شاید اگه یه تیم دیگه ای بود منم نمیدیدم بازی حالا چون همجوره چون نساجی بود و تیم مورد علاقم بود و دیدم بازی رو راجب صحبت کنیم ولی اگه مثلا ما بیایم یه پادکست نیم ساعت راجب اون بازی صحبت کنیم خب <تصحب> میدونیم هم گوش نمیدن بعد همین بازی ها مثلا تو همون ژاپن میگن نمیدونم بازی های لیگ دانش آموزیشون مثلا تماشاگر داره ما این بازیمون تو ورزشگاه کارگرانی ورزشگاه تمرینی برگزار شده هیچ شبکه پوششش نداده و در سکوت محض کاملا در سکوت محض خب چرا این بازی مثلا قبل از فینال چیز فینال جام حذفی مثلا برگزار نشه تو ورزشگاه آزادی مثال مثلا یه روز قبلش دو روز قبلش همون موقع برگزار شده بود دیگه. ما به اون اونجایی که در واقع فوتبال فوتبال هجومی از اونجا تولید میشه ما اگه نمیتونیم فشار بذاریم چمن همه تیما داشته باشن چمن درست حسابی هم تمرینی یعنی هم کمپ تمرینی درست سابی. هم استادیوم با چمن درست حسابی یک و دو نمیتونیم فشار بذاریم که در واقع تیمامون بازیکنای خلاق تولید بکنن نباید تقصیر رو گردن مربیا بندازیم ما زمین رو کردیم زمین بازی اینجور مربیا مهدی تارتار مشتاق حسینی زمین و بازی زمین و بازی که ولی شما اگه هافک دفاعی خلاق تولید کن یا اونا مجبور به دگردیسی یا حظ میشن از چرخه درسته اینم نکته مهمیه درباره مربیا و یه نکته مهمتر که به نظر تو حرفای رضا بود قضیه ده تا بوسکتس بود که ما هر وقت کسی اومده حرف فنی بزنه درباره کم گل شدن فوتبالمون گفته مهاجم گلزن تولید نمی کنیم یعنی فکر میکنن که همونه ما فقط با فرشاد پیوس تولید کنیم که اون گل بزنه انگار پشت سر اینا بازی و اینا اره، انگار پشت سر اینا قرار نیست اتفاقی بیفته یه فرشاد پیوس مثلا تو همین فوتبال هم اگه موجود بود فکر میکنن فصلی 24 5 تا گل میزد به نظرم بحث خوبی شد ادامهش میتونه شاید تو هفته های دیگه و تو حین لیگ ببینیم چه اتفاقی میفته ادامه پیدا کنه من خیلی آمارایی درباره این قضیه پرگل ترین بازی های تاریخ لیگ اینا دارم تبدیل به یه مطلب میکنم توی سایت میتونید ببینید این قضیه رو خیلی نکات مهم آماری داره یه دونش که با است براتون بگم سپاهان که این فصل با گفتن با یک و چهارده بهترین خط حمله شد فقط یه بار آمار بدتر از این داشتیم که تیمی با آماری پایین تر از این بهترین خط حمله بشه توی لیگ سیزده هم که فولاد قهرمان میشه بهترین خط حمله رو ملوان اسکوچیش داره که هفتم شده یعنی تو اون لیگ هیچ که خوب گل نمیزده مدوان اسکوچیچ رتبه هفتم آمار گلزنی یک و سی و سه که پایین تر از سپاهان امسال و فقط اون بوده گل نزن ترین استقلال خوزستان عبدالله ویسیه که با یک و یک گل زده با سی و سه گل تو سی بازی قهرمان میشه بحث کم گل بودن دیگه همینجا میبندیم بریم سراغ تک بازی های هفته اول که قرار جمعه و شنبه برگزار بشه یه نکته خیلی بامزه بازی نساجی که ده بار ساعتش جابجا جا شده یه بار میاد اول روز یه بار میره آخر روز و تبدیل به بازی افتتاحیه میشه بعد دوباره میره آخرین خبر اینه که قرار 8:3 برگزار شه بنابراین بازی افتتاحیه پیکان و ملوان ساعت 19 اما ساعت 19 و ورزشگاه آزادی به نظر مهمترین بازی جمعه اونه طبیعتا بازی استقلال سپاهان رضا درباره این بازی چی میشه گفت در حالی که هنوز تیم رو ندیدیم همون چون چیزی ندیدیم <تصفح> نمیشه چیزی گفت دو تا از اون هفت مربی که هیچ ازش ندید، هیچی ازشون ندیدیم تو لیگ خودمون تو این بازی دو سمت ماجرا فقط اینو میدونیم که گویا مورایس تو سپاهان داره چار سه بازی میکنه 433 هجومی سه سه و از اونورم ساپینتو داره سه 4 دو یک در واقع بازی میکنه فکر میکنم که استقلال به نسبت فصل گذشته ترکیبش خیلی کم دست میخوره با توجه به بازیکنایی که خریداری شدن احتمالا احتمالا اگه کاوه یا شعبازداده تونسته باشن خودشون تطبیق بدن و جا افتاده باشن شاید همین دو تا تغییر استقلال داشته باشن اسفاده تیم فصل گذشته این استقلال عملا همون تیم فصل گذشته است حالا با تنظیمات ساپینتو که ما ندیدیم عمق عمق اسکوادش مون بیشتر میشه دیگه آره برای با این... بازی اول مد نظره که آره. چه ترکیبی احتمالاً خیلی, شبیه بارسلونا شده یعنی الان اینقدر بازیکن گرفته حداقل اون جلو تو هر پستی چند تا بازیکن بازی داره, داره دیگه دستش داره. بازه و نکته ای که رزام گفت که وینگر نداره رو حل کرد دیگه با موهبی و اضافه شدن موهبی اضافه شدن مربی خیلی مهمه آره ولی این بازی خب مثلا یامگاه یا احتمالاً باید بیاد دفاع راست بازی کنه یا وی وینگ راست بازی کنه سعادت چون سعادت ندارن, ندارن. آره و خطا نمیدونم از... که گفتی به نظر میاد سجاد قرار فیکس باشه کاوه میگن الان بازیکن 20 دقیقه ایه به لحاظ فیزیکی و اینا نه داره میاد که بیاد بالا خب سجاد به نظرم یکی از دو تا بازیکن پشت سر مهاجم احتمالاً یعنی من شاید سجاد یا مثلا پیمان بابایی اینا مثلا اه... یکی از این پستهای پشت فوروارد رو اشغال کنن و احتمالا مثلا شاید در سالن مثلا تو اون نوک بازی کنه تقابل خیلی خیلی زیادی وجود داره تو بازی مهمتر از همه خب دانشگر با استقلال و شهبازداده با سپاهانه و یه تقابل خیلی مهم هم به نظرم امید نورفکن با استقلاله که این بازی آخرش همش یه چلنجی توش بوده چلنج اون دعوای معروفش و و اون گل دقیقه 90 و خوشحالی عجیب غریبه شو. و از اونورم رامین رضاییان که انگیزه خیلی زیادی داره بتونه تو همون بازی اول یه جوری یه دوباره دلوری از مرسوایسی رامین که انگیزه بقاید. نداشته انگیزه داشته بس که میگن شادی گلم آماده کرده تو مدت هاست که گل نزده تو بازی دوستانه یه کاشته گل کرد یه کاشته اره. زد آره انگیزش بیشتر شده من فکر کنم که محمد دانشگر تو این بازی گل میزنه یعنی یکی از اون پیش که میدونی همیشه هم درست در 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 تو که تحریریه معروف پیش بینیاش پارسال که پیش مشتبا درست از اون دیگه. ولی تو تریه افتضار این اینجا که, این که کلی گویی میکردیم مثلا این تیم بیشتر ممکنه بیاد بالا اون تیم بره پایین معمولا درست تر در اومد اینجا ولی این تک پیش این شکلی که میکنم قاطعانه اشتباه در میاد معمولا ولی فکر کنم محمد دانشگر اولین گل لیگو میزنه به استقلال یعنی نیمه اول ملوان پیکان و قطعی سف باشه آره. باید 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 نیست, نیست. همینجا یه صحبت راجع به اون بازی هم بکنیم خب ملوان تیم تازه وارد لیگ با یه مربی در واقع جوون و کم تجربه تو لیگ برتر نه به لحاظ تعداد بازی خیلی بازی کرده ولی به لحاظ مربیگری تو لیگه برتر ولی از اونور پیکان پیکانم من یه بررسی کردم آمارش رو فصل گذشته تو هفته بازی که با هفت تیم پایین خودش داشت در واقع هفت تیم ضعیفتر از خودش داشت تو خونه هیچ بردی به دست نیاورد و فقط دو تا گل زد یعنی خیلی جلو تیمایی که میان بازی رو ببندن دیگه تیم شغانا. چرا نمیفته چرا پیکان مثل سایوان نمیره راحت شیم پیکان هوادار پیکان یه دوره خیلی <applause> میافتاد و الان پیدا کرده حدس اینه که پیکان ضعیف تر از فصل گذشته شده <applause> پیکان میدونی که رکورد داره سقوط و صعوده و توی مقطع 6 ساله 5 بار رفته برگشته یک سال بالا میمون یک سال پایین ولی ترک کرده دیگه این نه <applause> امسال من نگاه کردم الان فقط لا, این دو تا... که هستش دو تا تیمن که خیلی هوادار ندارن و اینا پیکان با خود هوادار <applause> دیگه همشون خوب و اوزاشون دیگه خودشون هوادارم بعد به قول قاعده میگه کی اسم تو رو گذاشت هوادار بدون هوادار بازی مهم بعدی میشه در واقع بازی و بعدی رو باید بریم شنبه دیگه زبان پرسپولیس و گلگوهر تراکتور زبان پرسپولیس خب یه سایه که سال گذشته همیشه رو سر پرسپولیس بوده که هر بازی کلی مصدوم محروم داشته همچنان روشه یعنی نه تنها یه سری مصدوم محروم از همین الان داره که <laughs> <applause> مرتضا آره از هفت سال پیش بابت کارت گرفتن واسه تیمی که دیگه وجود خارجی نداره محرومه این سایه این سایه ولش نمیکنه پرسپولیس خود یحیی نیست تو این بازی اونور مهدی تارتار نیست تو در واقع رو تیمش نیست و اون نفرات اصلی در به خط اون بازی حاضر نیستن پارسال بازی بسیار جنجالی شد یعنی در واقع قبل و بعدش خیلی جنجالی شد دیگه بابت در واقع اون تارتا. آره بحث امتیاز دادن مهدی تارتا به پرسپولیس که نهایتا ترمز پرسپولیس کشید دو دوتا بازی که پارسال پرسپولیس اونجا انجام داد مهاجماش درخشیدن الان ضعف پرسپولیس همچنان مهاجم و بیشتر این فشاری که الان رو باشگاه هست همین آره. چرا مهاجم نمیگیره و به نظر من اون هافک باکس باکس که همچنان جاش خالیه ده 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 ولی مهاجماش تو بازی جام حذفی که تو ورزشگاه زوبان برگزار شد مهدی عبدی درخشید و تو بازی لیگ تمیروف تنها گلش واسه پرسپولیس زد از اون یه خبر یه خورده دل کننده این بود که اون نادر محمدی اون بازی کنی که اوت آکروباتیک منجنیقی مینداخت رفت اونجا. رف اونجا دوباره و یه خورده دوباره قرار بازی ها خیلی کسارت آور بشه اگه دوباره تو همین بازی تو ترکیب تیمش باشه خب خیلی خوبه که یه بازیکنی داشته باشه شما که بتونه مثلا از هر جای زمین یه اوت با کیفیت بندازه گفتیم مثلا لیورپول یه مربی اوت انداز آورده مربی تیم یه تیم دانمارکی که تو جام باشگاه باش بازی کرده بود اون مربی تیمش تو در واقع شاخصه مربوط به پرتاب اوت بهترین تیم اروپا بوده بعد اون مربی سرمربی اون تیم میاد میشه مربی اوت انداز لیورپول و بعد از اون مثلا یه گزارشی از دوچوله بود که می گفت در واقع تعداد اوتایی که سالم تونستن در بیارن قبل این مربی 45 درصد بوده و بعد شده 68 درصد یعنی ای همچین ارتقایی داشته و خیلی از موقعیتاشون هم الان دارن رو پرتاب اوت در واقع میسازن خب اینقدر مسئله مهمیه ولی اینکه شما از دم باکس خوده توپ بره اوت خب بعد یه بازیکنی از اون ور زمین بیاد بره خوش کنه نمیدونم وایست بره یه نفس بگیره بعد یه ملق بزنه توپو بندازه اما من مست... میگم این کار اگه با پا هم بکنی نازل ترین ساعت فوتباله یه بار فیروز کرمی یه چیزی در مورد این اوت گفته شد انداختن حالا اینو اگه بشنویم این با مزه است دیگه موقعی که تیم عقب هستش نفرشون میخواد از دفاع بیاد این و تا بخواد بیاد این برای پرتاب اوت از اونجا تا اینجا دو دقیقه طول تا بره بیاد توف بزنه دقیقا بره بیا دو مرتبه زیر پیران توفش خوش کنه دو مرتبه توفکاری کنه بره بیا سه دقیقه وقت طرف شد اون اشکال نداره چون توفکاریه هیچ مشکل نه. ولی اینجا بازیکن ما اومده دقیقه 90 و یک ۹۰ گفت آقا چشم خوش کنه, کنه. این خوشحالی ما یه کار بگیر که چرا یه ثانیه دیر رفت. میخوام ببینیم آقا تو این فوتبال شی به ما صدمه میزنه. یه ثانیه خوشحال بودن یا توف که سر این اعتراض میکرد که میگفت چرا به بازیکن من اختار دادید که دیر اومده تو زمین در حالی که حریف یه بازیکنی داره که سر هر اوت مثلا دو دقیقه وقت بازی رو میگیره تا از اون ور زمین میاد بعد توپو میگیره اونو نمی بینید ولی اینکه بازیکن من یه ذره تاخیر داشته اینو بهش نره این خودش میتونه یکی از دلایل کم گل شدن لیگ باشه وقتی که در واقع سر اوتا میشه تنها جایی که نادر زوباهن با نادر محمدی جلوی پرسپولیس بازی کرد این اوتا انداخت تو ورزشگاه آزادی حامد لک بازی رو واسه پرسپولیس در این تمام خطرای این اوتا رو حامد لک که خاطرتون باشه با خروج کردن خطا گرفتن حل می‌کرد اگه دوباره نادر محمدی تو ترکیب زوباهن باشه هرچند یه خور دیر اضافه شده این خبرش دیر اومده حالا نمیدونم زودتر تو ت... تو اردوی تیم بوده یا نه تمرین کرده یا نه ولی اگه باشه این چالشش با بیرانوند هم جالب رو پرتو بوتا آره قبل اینکه از این بازی بری بیرون درباره این اسد بیگی هم بگو که چجور بازی که از اومده پرسپولیس و احتمال داره فیکس بازی یا نه یعنی؟ آه... به اسد بیگی بازیکن با کیفیتیه واقعا بازیکن با کیفیتیه ولی جواب دادن تو استقلال پرسپولیس یه مقدار سخته دیگه یعنی واقعا باید فرصت واسط مهیا بشه من حدسم اینه که هنوز زود بوده واسش که بخواد مثلا خود چالش تو پرسپولیس تجربه کنه مخصوصا اینکه تقریبا از جنس همون آفکای ایستاس و هولدینگ میتویلدره و نزدیک مثلا به اون مدلی که سرلک بازی میکنه و حتی کمال هم مثلا باید اون پست هافک رو بازی کنه یعنی هافکی که به استایل احمد نوراللهی میخورد شانس بیشتری داشت مثلا خدابندلو اگه به پرسپولیس میومد شانس زیادی داشت ولی من حدثم اینه که اسد بیگی شاید اصد... خیلی اسدیش هم جواب نداد چه برسون اسد بیگی آره، این چه تو همین جانر که تون باده خدابندلو به نظرم تو گلگاهر فیکس میشه و این به نظرم تو پرسپولیس نه درسته؟ ام، این فکر میکنم این اتفاق بیفته آره. فکر میکنم آره. اینو گفتم که از همینجا پول بزنیم به گلگوهر گلگوهر ترکتور هفته اول پارسال هم دقیقا گلگوهر ترکتور هفته اول بود خیلی هم پرگل شد به خلاف لیگ توی همون دقایق اول کلی گل زدن به توی فیروز و با بازی چهار یک شد چارتر هم فکر کنم تو همون 20 دقیقه اول زدن امسال ولی فکر کنم شکل بازی فرق کنه دیگه قاعدتا فرق میکنه ولی اون اتفاق پارسال بازی پارسال پیشنمایشی بود از اون چیزی که قرار بود به سر تراکتور بیاد و برای گلگهر اتفاق بیفته دیگه که یه فصل خوب خیلی خوب برای گلگهر یه و یه اه, کابوس برای تراکتور اه, امسال خب خیلی ماجرا فرق میکنه اولا که اه, گو, تراکتور اینطور که گفته میشه داره با یه استایل دفاعی و انتقالی تر با آرش پنج دفاعه قرار بازی بکنه با ولی گلگهر نکتش اینه که هم از اون تیماست که خیلی کم تغییر کرده مربیش تغییر نکرده تو ترکیبش هم تغییرات کم بوده مثلا یعنی شاید دو تا یا سه تا تغییر نهایتا داشته باشه و این کمک میکنه که شروع فصل رو با ریتم بهتری نسبت باقی پیش بره یه نتیجه پیش بینی میکنی براش میخوام شوهرم بندازم تو این گودال پیش بینی بعدا اصلا نیستم این بازی رو و بازی دروی خوزستان بازی بعدی روز شنبه نفت آبادانی که نمیدونیم چه شکلیه با این مربی تازه وارد و فولاد که هفته پیش دربارهش کلی حرف زدیم و درباره شکل شمایلش این بازی هم دو ساده پیش تقریبا بازی اول لیگ بود و آبادان توی احواز برد یک به شکل عجیبی آقای اسکوچیچ بود اون موقع اون آخرین باریه که سنت نفت فولاد برده بعدش تو پنج بازی موفق نشده بود فولاد رو ببره بیشتر شکست خورده جلو فولاد کوری که نمیخونی نکونام برد اسکوچی اسکوچ نکونام برد اولین بازی نکونام برای فولاده آه اولین بازی نکونام بود این سوال یه کوری بود نه واقعا سوال بود چیزی هست در این بازی آره خب فولاد دست بالاتر داره قاعدتا بازی تو خونش ضرورت بردو داره چون پشتش چهار تا بازی خیلی سخت با چهار تا از اون هفت مدعی داره به ترتیب میشه پرسپولیس تراکتور سپاهان و مثل رفسنجان بازی خیلی سخت اگه این بازی رو نبره واقعا سایه این که همین تو شروع فصل در واقع تحت فشار بره بالا سر تیم سنگینی میکنه از اونور آبادان خب سعی این سنت نف نکته مثبتی که بهش کمک میکنه اینه که به گرمای هوای اونجا بازیکناش آشناترن تا بازیکنهای فولاد که حالا امسال از جای مختلف اومدن ولی نکته دیگرش هم اینه که تعداد زیادی بازیکن تو سنت نفت هستن که سابقه بازی تو فولاد دارن یه انگیزه مضاعفی معمولا واسه این بازی دارن م. از همین امسال سینا موریدی احسان مرادیان و نامداری از فولاد رفتن سنت نفت این از فولاد جدا شدن و بعد رفتن سنت نفت بعد بازیکنان دیگه مثل امید خالدی محمد طیبی خود طالب ریکانی عباس بوازهار بازیکنان خیلی زیادی در واقع تو سنت نفت هستن که انگیزه مضاعف واسه بازی با فولاد دارن عملاً و چون بازی دربی هم هست اساساً این انگیزه مزف میتونه کمک هم بهشون بکنه ولی قاعدتا دست بالا رو فولاد داره دیگه آره مثل اونا رابطهشون مثل گلگوهر و استقلاله همه بازیکنای مازاد استقلال میرن گلگوهر و البته الان هوادارم دو سال اضافه شده هوادارم مازاد استقلال میرن سنت نفتم یه بازیکن شما فولاد دیگه چی بود اسمش امسال قوی شاوی بازی... محمد بازی بهش میرسه احتمالاً آم... بعیده که از اول فصل شروع بکنه بعیده <متحدث> دو سه تا بازی میمونه اگه داریم تک جمله ای که ایوا یکیش فکر کنم زیرابتش بیشتر از خودشه نساجی بالاخره ارزش کاش آماده نشد بعد این همه و اون ن... ویدیوی نمایشی که بعض میپاخ... میپاشیدن و بعد نمیدونم ماجراهای های بعدیش و اینا و حمید مطهری هم تهدید کرد گفت اگه آماده نشه ما بازی نمی کنیم اصلا که سهیچ بشه و بالاخره با آماده نشد نساجی قرار تو برشگاه نقش جهان میزبانی این, این بخشی از همون ماجرای لیگ که میخواستیم صحبت کنیم این اپیزود فکر کنم نمیرسه بهش دیگه در مورد اینکه آقا این بالاخره این میوه لیگ باید یه جذابیتی داشته باشه برای هوادار تو از کیفیت ورزشگاه از نمیدونم تصویر از تصویر برداری از همه اینا اینا میشه بخشی از اون تو فقط فوتباله نیستش تو یه بخشش اینه که اون سیبه که در واقع میشه محصوله تو یه ذره دستی بهش بکشی یه ذره زر زرق و بردش بعد بذاریم تو فروشگاه که ملت بیان بخرن این بخشش اینه دیگه واقعا خیلی دردناکه به خاطر اینکه حالا رزام اینجاست دیگه یه جایی که هوادار داره و هوادارش ویژن هستن یعنی هواداری که قشنگ فوتبال رو میفهمه و زندگیش گره خورده با فوتبال حال میکنه با فوتبال و این انرژی رو میرسونه به مخاطب تو فکر کن مثلا چند سال اینا دارن بازی میکنن و زمین ندارن امیدوارم حالا رضا قبل چیز باش صحبت کردیم که احتمالاً میرسه چند هفته بعد درست رضا آره یه آدمی هست از این آدم خیلی خیلی ناشناخته فوتبال که خیلی به صورت خیلی سنتی دانش تجربی خوبی در مورد وضعیت چمن و اینا داره این قائم شهری حالا مثلا تو تیمای دیگه کار کرده یعنی مثلا به عنوان نگهدار در واقع کسی که مسئول نگهداری چمنه تو تیمای شهرهای دیگه هم تو تیمای لیگ برتر کار کرده من با اون که صحبت میکردم گفت بعید میدونم به دو سطح بازی اول برسه ولی در واقع دو, تا میزبانی اول برسه ولی بعدش احتمالا نساجی میتونه میزبانی کنه تو این سری من حد سمینه که به حال تو این اپیزود پنج هفته ای اول لیگ خبری از استادیوم وطنی نیست ولی بعدش که در واقع میشه دو ماه بعد و بعد از فیفاده یا تا آنان این داستان داریم دیگه بازی فوقلاده استقلال و انزلیم اونجا نخواهد بعد این بازی هم هفته دو قرار اولین میزبانیشون به نظرم از بدشانسیشون هم بوده که اولین میزبانیشون با استقلال بوده و درگیر این داستان میشن فکر کنم مدوان بازی دیگهشون میتونه میزبانی کنه مشکلشون با استقلال پرسپولیسه. یا نمیدونم دقیقا این چیزی که گفتم خب بگذاریم از این آلمنیوم آلومینیوم هوادارم که نکته آقای ساکت الهامیه که دوباره با آلومینیوم بازی میکنه دیگه برای چندمین بار تو این چند ماهه و داستانش با میتی رحمتی و تیمش به جاست همچنان پیش بینی که اگه محروم نباشه تو این بازی نه با محرومه محرومه <تص> میخواستم بپرسم احتمالاً محرومه دیگه درسته نمیدونم اگه معلوم نباشه این بازی دوباره معلوم میشه همچنین <تصحیح> میشه خب پیش بینی کرد اگه رو پیش بینی ریسک کنیم روی ساکت الهایی و معروم شدنش امیدوارم یحیا هم این قضیه رو ترک کنه بعد یحیا ای هم دست کمی از ساکت الهایی نداشت فصل پیش 6 تا بازی تیمشو از دست داده گویا و قضیه که جالبه که بعد از دربی محروم میشه نصف محرومیت تعلیقی دو جلسه میره باز دعوا میکنه بازی زباهان میره دعوا میکنه تعلیقی ها رو فعال میکنه و الان این تعلیقی هاست که فعال شده دو تا بازی اول فصل از دست داده که دنبال حالا بخشیده شدنش هستن نفت مسجد سلیمان مثل کرمان خب بازی تیم پایین جدول غالبا دو تا گزینه اصلی سقوط یعنی ما اگه بخوایم الان بر بسته شدن بگیم در درجه اول صنعت نفت مدوان یه ذره بالاترشون هوادار نفت مسجد سلیمان و مثل کرمان هستن و پیکان و پیکان آره پیکان هم در واقع باید تو همین باندید این در واقع تیمای باند دو هن که اگه بعد شروع کنن میتونن یک تو سراشیبی قرار بگیرن از همین ابتدای فست یه تقابل جالبی هم هست دیگه مثل کرمان یه تیم یه نمه به نظرم از این تیمای درگیر اصاب خورد انتقالیه و نفت مسجد سلیمان من دوتا بازی دوستانه ازشون دیدم یه تیمیه که خیلی گردش خوب و ریتم بازی خوبی داره یعنی خوشم اومد واقعیتش به نظر پیش بینیم اینه که اون اتفاقی که واسه رزو مهاجری تو نساجی افتاد که مثلا تونست در واقع ریبرند کنه خودش رو دوباره با یه ابزار کم فوتبال خوب بسازه حد اینه که تو نفت و این اتفاق میفته به لحاظ شکل فوتبالی اونایی که خب حالا با پیش بینی ها ولی اگه این اتفاق افتاد اینجا در صحبت میکنیم که خب ببینن تماشا اونایی که دوست دارن فوتبال هجومی تری ببینن مثلا بازیشو تماشا بکنن یه نکته یه پیش بینی دیگهم میخوام بکنم <تص> یه هافک دفاعی عقب داره اسماعیل بابایی این با... کاپیتان سابق پیکام کاپیتان پیکام بوده پارسال و من فکر می‌کنم به تیمای بزرگتری بره یعنی تو نیمه بالای جدول کار کنه رفت نفت مسجد سلیمان و پیش خودم میگفتم که خب این الان به نظرم فوتبالش تمام شد دیگه این این لیبل رو خودش زد که آقا من دیگه بازی کنه اینجور تیمام چند سالشه نمیدونم 25 26 باید باشه ولی بازیکن خوبیه تو گردش توپ هم پاسای بلند خوبی میده هم کوتاه و خوب میبینه این تو بازیایی که دیدم پیش بینی اینه که اگه فوتبال مهاجری شکل بگیره هول محور اسماعیل بابایی شک میگیره هول محور افق دفاعی شک میگیره این بازیکن به چشم میاد یعنی یه پیش که حالا خ... الان میبینیم ف... فردا خدا نکرده اتفاق فرشید اسماعیلی و سوبان خاقانی واسش نیفته ولی اینم پیش من دیگه من فکر میکنم از بین تیمای پایین جدولی اون تیمی که میتونه سورپرایز باشه نه به لحاظ نتیجه گرفتن به لحاظ شکل بازی شاید همین تیم نفت آ خدا کنه که چشش نزده باشیم و نفت مچه هم جذاب بشه خیلی با خیلی بهتر از اون نفت محمود فکریه که یه بخش زیادی از سفر سفره لیگو به عهده گرفته بود اساسا و می اومد برای سفر سفر گرفتن گاهی هم خوب می گرفت مثلا از سپانه نوید کیا گرفت و نزش قهرمان با همون سفر سفره اوکی این داستان هفته اول لیگ بود بریم ببینیم که چه اتفاقی میفته تو هفته اول امیدواریم این لیگ پرگل و خوشگل شروع بشه تو بخش دوم میخوایم بیایم یه زیربت کلاسیک داشته باشیم مثل زیربت های قدیم مفصل و, و کوبنده و سوزنده هیوا زیربت دل هوادارا تنگ شده بود برای زیربت های مفصل قدیم که یه بخش رو کامل میگرفت به نظرم این هفته هم خیلی داریم خیلی که اینکه به هم جوری میچسبونیشون من نمیدونم این درباره تیم ملی که دوباره صحبت و ماجراست بازیکن ها دوباره استوری گذاشتن در اون قضیه درباره اینکه چرا آقای قاضی زاده هاشمی و اینها رفتن اونجا در داره یکی از کاندیداها اینطوری صحبت کردن. و بعد اون استوریا بعد پس گرفتنشون بعد حرفای عجیب غریب آقای استیلی که اینها چرا ها این کارا رو کردن در حالی که تو دوره خودشون هم اتفاقای مشابه میدیدیم گاهی و و و مسائل دیگه که پشت پیش اومد خودت نمیدونم درش رو از کجا باز کنی و وارد موضوع بشی ببین ورودی بس به نظرم همین انتخابات هشت شریوره همه این ماجرا حول محور اونه دیگه یعنی از اون استوریه که من خودم ناراحت شدم بازیکن تا این حد درگیر ماجرای انتخابات شدن اینکه این بازیکن بازیکنهای تیم ملی دقدقه تیم ملی رو داشته باشن من خب میگم حق دارن و خیلی هم قابل در واقع ارزشمنده ولی اینکه با از این در وارد یه داستانی بشی وارد یه زمینی بشی که تهش هیچی نیست این به نظر من جای بحث داره دیگه یعنی شما میایید دو تا نماینده مجلس رو اسم بردی که اینا در تمام این سالهای اخیر اومدن تو بحث های شرکت کردن و تو اولین بار میای در واقع یه جایی که به نظر میرسه برای حمایت از یکی از کاندیداهاس هاست میای اسم اینا رو میاری مم. نمیخوام بگم بازی چه شدن بازی کنن تیم ملی ولی به نظرم بهتر بود که این کارو نمیکردن من میدونم اونا دغدغه اینو دقدقه تیم ملی دارن دنبال اینن که یه مربی با کیفیت بیاد بالا سر تیم تیم یه ذره بهتر بشه ولی وارد یه بازی شدن که اومدن بالا سر یه قبری دارن گریه میکنن که مرده ای توش نیست نکتهش اینه آره من اینو بگم حرفتون کاملا درسته یعنی به نظرم مثلا واکنش و بازی کنن خیلی جای نقد داره و اساسا اصلا این نباید رویه بشه ارزشش هم از دست میده ولی یه چیزم هست یعنی دیدم خیلی اومدن زاویه گرفتن و کوبیدن بازی کنن رو به خاطر اینکه گفتن که سیاسی ها تو فوتبال دخالت نکنن خب حالا شما میگه آقا دلیلش این بوده به وضوح هم دلیلش این بوده مشخص یعنی نیت خانی هم میشه کرد خیلی واضح ولی به هر حال اینو گفتن همونا واکنشی نداشتن به حرفای آدم سیاسی ها یعنی آدم سیاسی ما صحبتش کردیم گفتیم آقا منم مثلا موافقم که اسکوچیش برداشته شه ولی اونجایی که آدم سیاسی میاد برش داره من در عین اینکه موافقم اسکوچیش برداشته شه همچنان میگم که آقا تو نواد برش داری به تو ربطی نداره تو چی چیکارای تو این فوتبال فوتبال مال فوتبالی است من خب... در مورد این حرف دارم حالا نه نه من, نه میگم. نه نه. من میگم نمیشه که شما به به واکنش بازیکن ها خب که واکنش به یک ناب یه یعنی ناب هنجاریه که تبعات یه ناب دیگه است اینقدر محکم واکنش داشته باشی ولی به اصل داستان که این در واقع دوم دومو تولید میکنه ساکت نشسته باشه ولی میشه. ولی اینکه میگه فوتبال مال فوتبالی من در مورد این حرف دارم خب فوتبالی فل... منظورم مدیر فوتبالیه نه. منظورم آدمای دیگه فوتبال نه اولا اولا خب نمیخوام وارد اون بحث کلاسیک شم که ما مدیرایی داشتیم بهترین مدیر فدراسیون فوتبال بعد از انقلاب یا آدم غیر فوتبالی بوده محسن صفایی فر. خب اون آدم فوتبالی خب... به نظرم خب حالا نه میخوام یه چیز دیگه بگم ولی اینکه میگیم آقا بذاریم فوتبال یا من دیدم مثلا آقای فکر کنم فروردین یا راستینه اومده بود اونم چون به نظر میرسه اونم سمت آقای تاجه اومده بود گفته بود که در واقع گفته بود که سیاسی ها اجازه بدن که خود مجمع تصمیم بگیره در حالی که خودش تو مجلس نشسته و بارها از همون چیز اومده در اومده ورود کرده و دخالت کرده الان چون فکر کرده بود که خب این ورود این دو نفر آقای پژمانفر و آقای قاضیزاده به ضرر کاندیدایی که احتمالا ایشون دوست داره رئیس فدراسیون شه اومده گفته این کارو نکن. بعد نکته دیگه ما داریم میگیم که آقا سیاسی ها ورود نکنه بذار فوتبالی ها بابا یه جوری میگیم در مورد فوتبالی ها انگار مثلا اون جمعی که اصلا یه جمع فرهیخته یه توانایی تو مجمع خروجیشون رو تو همه این سالا دیدیم تو همین انتخاباتی که مثلا کاندیداها ها رو دیدیم که به کیا رای دادن چجوری رای دادن یعنی بازیکنای تیم ملی من میگم فکرم بکنن دیگه آقا اون آدمایی که دارن رای میدن و میگیم آقا بذارید اونا تصمیم میگیرن من نمیگم اونا نگیرن ها. من میگم سازوکار اینه و باید از اون سازوکار دفاع کنیم دیگه یا چارچوبیه که آقا یه مجمعیه اینا بیان رای بدن قبول بلد. دارم ولی بابا اینم بپذیریم که اونا کیان رأیاشون رو تو این سالا بریم نگاه کنیم دیگه به کیا رای دادن خروجی باشه. بحثاشون کیا بوده ببین دارن تو فوتبال زیست میکنن فرق میکنه با آدم سیاسی نماینده مجلس همو همون همون قاضی هاشمی بیاد بشه رئیس هیئت فوتبال مشهد اوکی آدم پاش به توپ نخورد خب بحث سازوکاره دیگه من میگم دواره. از سازوکار درست آره. خب نا کنید تو جواب بازیکن به نظر بهترین جوابی که میشه بهشون داد اینه که بعد چرا اون روز رفتید پیش آقای مخبر بله گفتن آره چرا رفتی پیش آقای مخبر تو نمیتونی این بزنی ولی مسئله اینه که تو این سلسله علت و معلولی مقدم به اینکه شما بازیکن رو بکوبی تو این بس اینه که اون قاضیزاده هاشمی و هر آدمی که به قاضیزاده هاشمی تریبون میده رو بکوبی یعنی اونه و تبعیض موقعی برطرف میشه چون اینا به حال یک جور دیگه کد تقللبن؟ خب شما اینا رو میاری وسط ازش سوء استفاده میکنی کلا هم هست دیگه قانون تو این در واقع اینجا همین شکلیه قانون اینجوریه که مثلا میگن فلان جا که یه سختگیری میکنن که مثلا با لایف استایل وضعیت نمیخونه یکی اعتراض میکنه میگن این قانون نباید باش مثلا چیزی که ولی از اون ور مثلا یه کنسرتی کنسرتی که مجوز داره و قانون هم باید برگزار شده برگزار شده به هم میخوره بعد اونجا مثلا میان میگن که آقا یعنی اونجا دیگه که خودشون به بی قانونی اعتراض نمیکنن تو اگه اونجا حرمت قانون شکوندی اینجا انتظار نداشت کسی دیگه در واقع بیاد ابو موسی اشعری وار به نفع قانون بره کنار نه تبعیض موقعی برطرف میشه که جایی که من من برخوردار از تبعیز تو بحث حضور زنان تو استادیوم گفتیم من برخوردار از تبعیض تو اون لحظه بهش اعتراض کنم بازیکن فوتبالم اگه اون لحظه اعتراض نکرده و اون خیلی. لحظه رفته این کارو کرده الان اعتراضش بیجاست ولی توی این سلسله علت و معلولی اگه قرار ماجرا حل شه نه اینکه مثلا ما بگیم کی مقصره کی مقصر نیست اگه بخواد ماجرا حل شه باید همه یک صدا این کد درسته درسته من تا من میگم که امروز امروز به دلیل اینکه اینا فکر میکنن یه کسی میخواد بیاد دارن به نفع اون آدم دارن ورود میکنن و اگر نه من مورد رفتم پیدا کردم که مثلا دو سال سه سال, سال پیش همین دوتا نماینده دست بر غذا همین آقای پژمانفر و آقای قاضیزاده در مورد علی کفاشیان اومدن گفتن آقا بس بوده که علی ممکنه برگرده اون موقعی که آقای تاج استفاده داده بود این دوتا اومدن گفتن ما اجازه نمیدیم و هیچ کمی چی نگفته همین دو نفر گفتن آقای ما اجازه نمیدیم فدراسیون فوتبال برگرده به گذشته و هیچ نگفته آقا شما چه کاره اید امروز چون فکر میکنن که بس آقای تاج و حالا توضیح بدیم که ما اصلا کاری نداریم که درست یا غلط و اینا تصورشون اینه که آقای تاج اگر بیاد کارلوس کیروش رو برمیگردونه و اسکوچیچو رو میذاره کنار فکر میکنم که این موضعی که در واقع گرفتن از اینجا میاد من یه نکته هم بگم در مورد انتخابات که خب دیروز اعلام شد کاندیداهاش این کمیته استیناف انتخابات رأی کمیته بدوی رو تایید کرد که اون چند نفری که بودن اسدی آخوندی و واعظاشیانی شاخصاش بودن که نتونسته بودن تعداد امضای کافی بیارن اینا رو رد کرد و کاندیدای ریاست شدن همون سه نفر دیگه شدن آقای عزیز محمدی، آقای تاج و میرشاد ماجدی. مون تا بعضیا میگن این نهایی نیست و ممکنه آقای تاج حذف بشه به خاطر اون تهدیدی که پژمانفر و قاضی زاده کردن و اینا فقط بگم این تهدیدشون مال امروز نیست اینا از روزی که داستان ویلموس پیش اومده بود این پرونده ای برای تاج درست کرده بودن و هیئت رئیسه اون وقت فدراسیون فوتبال که آقا این شما اومدید یه بیت و حیف و میل کردید و حتی بحث این بود که این ممکنه تبانی صورت گرفته باشه تو این قرارداد ویلموتس و قرار بود که رفت کمیسیون کومیس... اصل 90 که رسیدگی میکنه به این موارد قرار بود اونجا در موردش تصمیم گیری بشه مونتا گفتن به دلیل اینکه این پرونده الان تو کسه ما اگر بیایم ورود کنیم ممکنه رو اون رای تاثیر بذاره فعلا مسکوت میذاریم یعنی میخوام میگم که این اینجوری نیست که امروز یه دفعه گفتن خب حالا تاج میخواد رئیس فدراسیون شما بریم رو بگیریم آدم باید انصاف داشته باشه اینا از همون موقع هم گفته بودن این پرونده باید بررسی بشه الان رأی کس اومده نهایی شده و اینا میگن خب حالا که اینجوری بیاید باید جواب بدید آقای تاج و دوستانی که اون موقع تو این پرونده بودن باید بیان جواب بدن و مشخص کنن که چرا این پر... در واقع اون قرارداد بسته شده در حال حاضر این بحث هستش که ممکنه تاج بره کنار فشاری که از تایید صلاحیت نشه اگر این اتفاق بیفته بحث این هست که آیا فیفا و نهادهای بین‌المللی ورود میکنن به این بحث که در واقع چرا تاجو هست کردید تاج ارتباطاتی داره تو کنفدراسیون من فهم کنم از اون استفاده میکنه نمیدونم چه اتفاقی میفته آیا واقعا این به مسابه دخالت دولت تلقی میشه یا نه ولی به هر حال اگر تاج هست نشه شانسش همونجوری که اون دفعه هم گفتیم خیلی بیشتر از دو تا رقیب دیگه شه از آقای میرشاد ماجدی و از عزیز محمدی ولی اگر هست بشه ممکنه تاج بیاد مثلا من پیش بینی که بیاد سمت عزیز محمدی برای اینکه مثلا میرشاد ماجدی نشه رئیس فدراسیون و اون باندی که هستن اون وقت شانس عزیز محمدی زیاد میشه یه نفرم توی کامنت ها تحلیلش از حرفات توی جلسه قبل این بود که تو شانس عزیز محمدی رو بالاتر از همه دونسته بودی فکر کنم تعبیر اشتباهی نه کرد. کرده اشتباه بود. من گفتم که تو عقید... گفتی گفته که نکنه مثل یه انتخاباتی بود که دو نفر حذف شدن و کفاشیان شد دقیقا. به شوخی گفتی نکنه که نه اون من اتفاق گفتم مم... تاج ممکنه حذف بشه که خب هنوزم بحثش هست یه هم بود در مورد اینکه میرشاد هم چون کارمند دولت ممکنه حذف بشه که خب اون نشد ظاهرا تایید کردن در میرشاد در هر صورت Uh, یکی از مخاطبان گفت چرا میگی میرشاد آقای دکتر ماجدی آقای دکتر ماجدی هم ممکنه <applause> اون موقع ما فکر ممکنه هست میشه ولی قطعا هست میاد تو انتخابات آره من اینو گفتم که میکروفونم خاک نگیره بگو صحبت کنید صحبت کنید میخواستم بگم اون خاطره کشتی رو میشنیدیم اینجا تو بحث عزیز محمدی به درد من یه نکته هم بگم در مورد آقای تاج یه سری ها گفتن که که ایشون یه کرسی بینومنالی داره ما باید مواظب باشیم من فقط در مورد کرسی بینومنالیشون صحبت کنم واقعا کاری ندارم که متی تاج یا هر کی ایشون نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا است اولا بهتون بگم که 5 تا نایب رئیس داره کنفدراسیون یعنی فقط ایشون نیستن اون چهارتای های دیگرش غیر از یک،, یک نفر که از قطره و خب قطر معمولا تو این بازیاد بازیگر خوبیه تو بازی در واقع پست و این چیزا تو کنفدراسیون یکیش از میانماره یکیش از پاکستانه و یکی مغولستان یعنی میخوام بگم که نایب رئیسای کنفدراسیون فوتبال آسیا این پنج نفرن و اینا اگر قرار بود بتونن کاری بکنن قادتلان الان فوتبال پاکستان باید توسعه پیدا میکرد میانمار و مغولستان پس اون جایگاهه اونقدر جایگاه در واقع مهمی نیست میتونست مهم باشه اگر یه شخصی اونجا قرار میگرفت که بتونه استفاده کنه من فکر نمی کنم آقای مهدی تاج همونجوری که آقای کفاشیان نبود یا دیگران کفاشیان شاید یه ذره باز بهتر آقای یاد گرفته اصلاً تاج دیکته که نیست دیگه قبلا هم این پست بوده دیگه من میخوام بگم که و بعد در همون پست فقط در توز... این تایید چیزی که رضا میگه در همون پستی که آقای تاج بوده ما تو دو سه سال اخیر چالش ها ابر چالش تو فوتبال داشتیم که باید بریم ببینیم نقشه ایشون چی بوده ما میزبانیمون رو گرفتن ازمون و میزبانی که حقمون بود ما رفتیم بهرین به ناحق اون دیگه واقعا ظلم بود ظلم عجیب غریبی بود در حالی که به بهونه کرونا و اینا در حالی که آمار کرونا تو بحرین بالاتر بود ما رفتیم اونجا بازی کردیم بازی ما رفته بودیم میزبانی بحرین رفته بودیم اونجا بازی کردیم میزبانی ما رفت اونجا و آقای تاج نایب رئیس فدراسیون ف... کنفدراسیون فوتبال آسیا بود کاری نتونست بکنه استقلال و پرسپولیس هست شدن از لیگ قهرمانان که من از من بپرسی میگم درست بود به خاطر اینکه اینا سالها هشدار داده بودن بهشون و ربطی نداشت ولی اگر قدرتی داشت آقای تاج یا هر کسی که اونجا بود اونجا باید استفاده میکرد نتونست تیمای ما در دوره آقای تاج بحث نا... میزبانی... میزبانی بازی در زمین تیم س... سوم تو با عربستانیا پیش اومد که ما اعلام کردیم که ما اصلا زیر بارش نمیریم کلی بیانیه دادیم و کلی از این خطابه های چیز که آقا ما این ظلمه و نمیدونم ما عزتمون چی میشه اینا عزت و اینا رو بیخیال شدیم رفتیم بازی کردیم تو زمین بیطرف چیزی که عربستان میخواست پیشنهاد عربستان بود بدتر از اونم شد و ما رفتیم بعد از اونی بعد یه مدت دیگه کم کم کنار اومدیم ما میریم عربستان بازی میکنیم اونا نمیان و همه اینا در زمانی بودی که آقای تاج نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده یعنی یه جوری نگیم که آقا اونجا فکر کنیم که اونجا الان یه آدمیه که کلی داره کارایی داره و تو... اگه این آدم حذف بشه چه هیچ اتفاقی نمیفته اونجا یه پستیه که برای خود آقای تاج خیلی خوبه یا پیرمرد 65 ساله نمیدونم چند ساله پیرمرد پرهاشیه مسافرت های خوب لاکچری میره و چیزی که من شنیدم از 125000 تا 200 دلار در سال در واقع دستمزد ایشون به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون تمام مسافرت ها رو ایشون به شکل لاکچری بهترین هتل بهترین پذیرایی وقتی نایب رئیس کنفدراسیون باشین برای اشخاص خوبه ولی برای فوتبال ایران کار کرد نداشت کار کرد نداشت این که گفتی ممکنه برای تاج درد سر بشه اون وقت بعد انتخابات ما رو پس و پیش نکنه این انتخابات رو داستاندار رو نکنه ما بازم بی رئیس بمونیم یعنی خیلی بد اک... میشه بی رئیس آه. مثلا چی ها دست میدیم نگران چی, ش... ببین درباره اینکه هر کی رئیس بشه اوضاع همینا رو زدیم ولی یه الان... الان یه قضیه این داریم که رو حواس تیم ملی و خود مربیش و ماها نمیدونیم کیه منتظر اینیم که یه نفر تکلیف اینو معلوم کنه گویا اینکه گفتیم هر اتفاقی هم بیفته به ضرر ماست یعنی در یه وضعیت ولی حداقل از این بلا در ببین الان تن اتفاقی که هشت شهری بر قرار برامون بیفته اینه که معلوم بشه بالاخره تیم ملی قرار با کی بره جام جهانی من فکر کنم انتخابات برگزار میشه بعید میدونم که به تعویق بیفته حتی اگر متیه تاجو هست کنن من خیلی بعید میدونم ولی اگر اگر هم انتخابات برگزار نشن بالاخره همینه دیگه میگم خیلی صحبت کردیم فرقی نداره بعد اگر حذف کنن با اون دو نفر برگزار میشه بعد ما الان میدونیم که مهدی تاجاگر بیاد سرمربی مورد نظرش کیه آقای دکتر ماجدی هم که میدونیم اگه باشه که همینه حفظ وضع موجود احتمالا عزیز محمدی چی؟ قلان قلام پیروان یادم با هم کار میکرد عزیز محمدی تو این وضعیت آدم ناشناخته ای میتونه باشه به خاطر تو میشنازه میشنازه عزیز محمدی به کانون مربیان خیلی نزدیکه کلن آره با اونا ارتباطش خوبه آره و باید بینیم گذینه کانون مربیان که دیگه احتمالا که همونطور که تو دوره وزارت گودرزی که کانون مربیان خیلی بهش نزدیک بود یهو دیدیم اعضای کانون مربیان استقلال و پرسپولیس رو گرفتن مظلومی استقلال درخشان پرسپولیس و خاکپور تیم ملی امید آه. 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 اون جمله معروف آقای گودرزی هم که میگفتش که مربی خارجی کارگر ماست چی میگو ما پول دادیم باید پیمان اون اون کار پیمان. ما کار اون, اون از همون کانون مربیا رفته بود اونجا اون, اون جمله در واقع توی جلسه با اونا فکر کنم گفته بود ماردی. حالا عزیز محمدی خیلی به واسطه اون اتحادیه فوتبال خیلی نزدیکه به کانون مربیان آقا یه چیز دیگه این این که استوری رو همه بازیکن ها گذاشتن گوین که حالا یکی دو برداشتن ولی استوری یعنی در واقع در حمایت از سردار فقط بگم سردار بنده خدا به نظرم کلا سردار این یه انگار بازیکن ها آره. من واقعیتش اینه که اولش فکر کردم که تاچ خیلی خوب بازی کرده و رفته اصلا به سردار به این سریا گفته آقا اگه من بیام اسکوچیچ میونه و به این سریا گفته اگه بیام مثلا کیروشو برمیگردونم فکر کردم اینجوری بازی کرده بعد که سردار و چند تا دیگه برداشتن فهمیدم این بندگان خدا فکر کردن آقا یه استوری در نقد ورود سیاسی ها به ورزش و خب چیزی پشتش نیست و خب هر فرف درستیه فکر کردن اینجوریه بعد ظاهرا بهشون گفته بودن که آقا نه این پشتش مثلا حمایت از تاجه برداشتن یه این وسط اشاره کردی تو حمید استیلی یه نقدی کرده بود خب بازم از اون چیزاست که به قول رضا ظاهرش درسته دیگه آقا بازیکن نباید کاری به این ماجرا داشته باشه ولی خیلی بامزه است گفته بود که ما بازیکن بودیم هیچ وقت این کارا نکردیم دوره حمید استیلی و خداداد عزیزی و افشین پیرانی و اینا پرهاشیه که پرهاشیه ترین دوره های تیم ملی بوده یکی خاطراتی که صفای فرانی داره و فکر کنم جلال طالبی هم میگه تیم ملی 98 صفای فرانی وقتی میره فرانسه میگه من رفتم گفتن که آقا بازیکن گفتن ما بازی نمی کنیم فکر کن تیم برای اولین بار رفته جام جانی بعد از انقلاب همه اون یادمونه دیگه چه فضایی داشتن اصلا همه رو ابرا بودیم دیگه اینقدر فکر میکردیم اتفاق مهمی تیم رفته اونجا و آماده از بازی ها شروع بشه رئیس فدراسیون میره اونجا و میگه بازیکنها آقای پوره ای فکر کنم یا جلال طالبی اون موقع بوده اومد پوره ای فکر کنم میاد میگه که آقا بازیکنها گفتن ما بازی نمیکنیم یا نواموز نمیدونم یه کسی از اینا بعد میگه پرسیم گفتن برای چی گفتن ما پول, پول بیشتر میخوایم نمیدونم همچین چیزی بعد یعنی سر ماجرای پول که بعد اونجا صفایی میگه که من که گفت 150 هزار دلار دادم فلان بعد صفایی جلسه میذاره باشون که میگه آقا اگر بازی نمیکنید همین فردا میتونید برگردید ایران هیچ مشکلی نیست و اسم میبره که اونجا میگه که حمید استیلی اومد گفت نه آقا ما مشکلی نداریم و فلان و اینا یعنی معلومه یکی از اون آدم حمید استیلی بوده و یه خاطره دیگه بگم که جلال طالبی در مورد دوره خودش داره میگه که یه مسابقه کرده بود که خیلی اذیت میکردن و اینا میگه دو تا بازیکن که ظاهرا بازیکنه آروم و ساکتی بودن اینا پشت پرده آدرسی که میده یا حمید استیلی قاعدتا یا افشین پیرانی بازیکنایی که ظاهر آرومی دارن ولی ما میدونیم که پشت پرده کلا همیشه فعاله یه نکته تو مقایسه این نسل و اون نسل اینه که اونا علی نظم شوریدن اینا علی بی‌نظمی اینا من به نظر من واقعا اون بازیکنی که این شرایط اینکه تا هر موقع بخواد بخوابه مافیا بازی کنه صبح اصلا دیر پاشه تو تمرین شل گرفته شه بهش و نمیخواد اصلا قابل قیاس نیست با اون بازی کنی که علیه اون نظمه در واقع اون رفتار نه. فقط نتیجه اون دعوا با صفای فرانی هم بگم که ماجرای دعواشون این بود که اینا میگفتن از این پول سود تیم ملی به جام جهانی باید به بازیکن پول زیاد بدید حالا درست یا غلط اون موقع شکل نگرفته بود این داستان که آقا یه درصدی باید به باشگاه های سازنده و اینا که الان تو فیفا خوب اینو تصدیب کرده اون موقع این شکل نگرفته بود فدراسیون زارن پول رو میگرفته صفای فرانی اون پول آورد کمپ تیم ملی و ساخت که من یادم کلی مصاحبه از همین دوستان یادم از خداداد عزیزی افشین پیروانی حمید سیلو یاد مطمئن نیستم که آقا مگه فوتبال نمیدونم آجر و ساختمون و اینا از پولو بدید به بازیکن ها ولاقا اون موقع اعتراض کردن یه روزنامه خبرورشی که خیلی منتقد بود که آقا این پوله رو چرا بردید خرج ساختمون و اینا زیر ساخت, کردی. ساخت زیر ساخت <تصح> کردید دقیقاً آره جالب و برای من جالبه آقا حمید الان میاد میگه که دوره ما این باز دوره حمید استیلی یکی از شاخص های دوره حمید استیلی تیم جام های دوزار بود تیم پر از درگیری ای و فا... این از تیم ایشون یکی از ستاره اون تیم بوده دیگه آقای جلال طالبی آدم مؤدب متشخه صدا گوییم که اتوریته آنچنانی نداشته بیچاره رو داشتن دق میدادن و حرف حدیثی هم هست که درباره اینکه اینا جمع شدن محمد مایل کهن برای برکناریش و اینا صحبتایی که تو همین ایام مطرح شد و یکیشون خداداد عزیزی دیگه خداداد عزیزی الهه درگیری با مربیاش یعنی با تک تک مربیایی که کار کرده درگیر شده چه تو ایران چه توی بوندسلیگا و اینا حرف از این ماجراها میزنن اوکی یعنی ببین چی کار کردن که منم خبر دارم <laughs> خیلی باید تون رفته باشم که منم با خبر باشم اوکی کفایت مذاکرات